سرخط خبرها و مهمترین ها. قتل‌های مرموز در بلخ. جسد یک راننده تاکسی از ولسوالی دهدادی پیدا شد. تفنگداران ناشناس دو زن را در کابیسا تیرباران کردند. سه تن در نتیجه فرو ریختن سقف خانه در بامیان جان باختند. و همچنان در پایان، خوشی که تا سالهای سال در دل میلیون‌ها افغان ماندگار شد. مشروع خبرها. مقام‌های ملی طالبان در بلخ از کشف جسد یک مرد در این ولایت خبر می‌دهند. فرماندهی امنیت طالبان در بلخ گفته که جسد یک مرد جوان روز جمعه 31 عمل از سایه پل امام بکری ولسوالی دهدادی پیدا شده است. مرد قربانی شیزای نام دارد و باشنده اصلی ولایت پروان. جسد شیزای در حال پیدا شده است که وی روز پنجشنبه از چهارراهی ذوالفقار شهر مزار شریف ناپدید شده بود. طالبان میگویند که شیزه در پای خصومت‌های شخصی پس از شکنجه شدید به گونه فجیع به قتل رسیده است. این گروه تاکید کرده است که فرد قربانی در زمان حکومت پیشین یک بار به اتهام قتل بازداشت و زندانی شده بود. در این حال عاملان رویداد تاکسی شیزه‌ای را با خود بردند و این میتواند نشانی از یک سرخط باشد. فرماندهی امنیت طالبان در بلخ میگویند که تلاش برای ردیابی و بازداشت عاملان این قتل ادامه دارد. با آنکه طالبان همواره از تامین امنیت در کشور سخن میزنند، اما آمار جرایم جنایی به ویژه قتل‌های مرموز روزانه در حال افزایش است. شب گذشته دو زن در کاپیسا از سوی تفنگداران ناشناس به قتل رسید. مقام‌های ملی طالبان میگویند که تفنگداران ناشناس دو زن را در کاپیسا تیرباران کرده است. فرماندهی امنیت طالبان روز شنبه یک سهر با نشر خبرنامه گفته است که این دو زن در روستای پاچاقوم حسن‌آباد از مربوطات ولسوالی علسای به قتل رسیدند. طالبان ادعا کردند که عاملان رویداد از سوی این گروه شناسایی شده است و به زودی بازداشت خواهد شد. طالبان در مورد هویت و دلیل قتل این دو زن چیزی نگفته است. گفتنی است که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، آمار قتل مرموز زنان در بخش‌های مختلف کشور افزایش یافته است. در یک رویداد مشابه روز چهارشنبه یک عمل سال جاری، جسد یک زن و پسرش در سمنگان پیدا شد. سه تن در نتیجه فرو ریختن سقف خانه در بامیان جان باختند. سه عضو خانواده در نتیجه فرو ریختن سقف یک خانه در مرکز بامیان جان باختند و سه تن دیگر زخمی شده است. دفتر رسانه‌های والی طالبان در بامیان روز شنبه یک سهر با نشر خبرنامه گفته است که اولی ساعت 8 شب گذشته باران شدید فروریزی سقف یک خانه در سایه دهن خشکک از مربوطات مرکز بامیان شد. در خبرنامه آمده است که قربانیان رویداد شامل دو زن و یک مرد هستند. به گفته طالبان، زخمیان رویداد برای تداوی و شفاخانه ولایتی بامیان منتقل شده است. در یک هفته گذشته بارندگی‌های شدید در کشور افزون بر خسارات مالی، تلفات جانی نیز بر جا گذاشته است. این در حالی است که روز گذشته نیز 15 تن در پی فرو ریختن سقف چندین خانه در ولایت‌های روزگان هلمند جان باختند. مشاور امنیت ملی پیشین امریکا: کمک‌های مالی نباید باعث حمایت و مشروعیت طالبان شود. جان بولتون، مشاور امنیت ملی پیشین امریکا، در مصاحبه با افغانستان انترنشنال گفت که طالبان نباید با بهره‌جویی از کمک‌های خارجی حمایت شود و مشروعیت به دست آورد. با باور آقای بولتون، با انزوای طالبان میتوان قدرت را از دست این گروه پس گرفت. مشاور امنیت ملی دولت ریاست جمهوری دونالد ترامپ درباره اینکه روسیه قصد دارد طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کند گفت که این تصمیم خوبی نیست، زیرا طالبان یک سازمان تروریستی است و به هیچ عنوان نباید کمک‌های بشردوستانه به این گروه تعلق بگیرد. این مقام پیشین آمریکایی تاکید کرد که طالبان با سرکوب شدید مردم و زنان افغانستان را از تمام حقوق اساسی آنها را سلب کرده است. بنابراین آمریکا و سایر کشورها نباید هیچ کاری برای قدرتگیری بیشتر طالبان و حمایت مستقیم از این گروه انجام دهند. جان بولتون همچنین درباره بحران غزه و درگیری میان اسرائیل و ایران گفت که موضع ایران در قبال منطقه عوض نخواهد شد و جمهوری اسلامی با استفاده از گروه‌های نیابتی مانند حزب الله در لبنان و حوثی‌ها در یمن به سیاست پیشین خود ادامه خواهد داد. او افزود که اسرائیل پاسخ شدید به حملات ایران نداده و این موضوع همزمان با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و بالا نرفتن قیمت نفت و حفظ سایر معادلات جهانی از دید اداره جو بایدن تا حالا به نفع او نبوده است. با این حال آقای بولتون تاکید کرد که قصد ایران برای از بین بردن شیطان کوچک و هدف اسرائیل برای از بین بردن حماس به ادامه درگیری ها در منطقه خواهد انجامید. جنگ اوکراین و حاشیه های آن.
آیا جنگ اسرائیل اوکراین را از اولویت غرب خارج ساخته است؟ جنگ اوکراین نه تنها به عنوان یک بحران با ابعاد کلان منطقه‌ای بل به عنوان نقطه عطف در ژئوپلیتیک قدرت‌های شرق غرب مطرح است. با گذشت زمان و بیشتر شدن مدت جنگ اوکراین و روسیه، ابعاد جدیدی از این جنگ آشکار می شود. به ویژه حالا که 180 روز از جنگ تازه اسرائیل در خاورمیانه می گذرد و با آغاز این جنگ تحولات در وضعیت نبرد اوکراین نیز وارد شده است. اوکراین که پیش از این در محور توجه ایالات متحده و غرب بود، با آغاز جنگ اسرائیل با چالش جدید مواجه شده است. محموله های تسلیحاتی قبل از این به سمت اوکراین سرازیر می شد، اکنون مقصد مهمتر یافته است. اوضاع برای مقام های اوکراینی آنقدر ناامید کننده پیش آمده است که ولادیمیر زلنسکی را وادار به پذیرش هر نوع کمک از سوی غرب در بدل هر نوع تقاضای جانب غرب، حتی مدرک کردن کمک های مالی و تسلیحاتی به عنوان وام سازد. رئیس جمهور اوکراین در 7 اپریل 2024 با انتقاد از رویکرد کنگره ایالات متحده در قبال کمک به اوکراین گفت که کشورش خواهان ادامه کمک‌های رایگان از سوی ایالات متحده آمریکاست، اما با دریافت کمک به صورت قرضه هم موافقت خواهد کرد. او افزود که متأسفانه ما در این شرایط به گونه‌ای گروگان گرفته شده‌ایم. بی‌توجهی آشکار به هنجارهای پروتکل دیپلماتیک در پیگیری کمک‌های تسلیحاتی غرب به یک موضوع چالش برانگیز برای اوکراین مبدل شده است. چنانچه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که نمی‌تواند و نمی‌خواهد تصمیمات فرد نخبگان سیاسی غرب را در مورد کاهش یا کند شدن ارائه کمک‌های نظامی به اوکراین درک کند. زلنسکی در واکنش به این مورد گفته است که تردید کشورهای کمک کننده کیف در انتقال سلاح‌ها به اوکراین منجر به مرگ میلیون‌ها انسان خواهد شد. زلنسکی همچنین در یک نشست با گروه جمع‌آوری کمک‌های مالی اوکراینی تأکید کرد که اگر کنگره ایالات متحده آمریکا کمک‌های نظامی برای مقاومت در برابر روسیه را تایید نکند، این کشور در جنگ شکست خواهد خورد. و همچنین گفت که با شکست اوکراین، کشورهای دیگر نیز درگیر جنگ خواهند شد. مقام‌های کیف اسرائیل را مسئول نرسیدن به موقع کمک‌های تسلیحاتی غرب به نیروهای مسلح اوکراین می‌دانند. موازی عمومی رهبری کیف در مورد ارائه کمک نظامی جدید از سوی غرب در چارچوب محدودیت منابع آن پس از تجدید تنش‌های اسرائیل و فلسطین با نگرانی و نارضایتی به همراه است. سفیر اوکراین در ترکیه واسل بودینار نیز نارضایتی خود را از این واقعیت که ایالات متحده و سایر کشورهای غربی به جای سال به کیف آنها را به تل‌آویو منتقل می‌کند ابراز داشت. وای تاکید کرد که این روند به ویژه با تغییر پس‌زمینه اطلاعاتی بین‌المللی سبب منحرف شدن توجه رسانه‌های جهانی به جنگ فلسطینی اسرائیلی خواهد شد. رهبر اوکراین با توجه به وضعیت موجود به این باور است که اوکراین باید در اولویت ایالات متحده برای کمک‌های تسلیحاتی باشد، با اینکه کیف پیش از این به گونه‌ای دوامدار از تل‌آویو کمک‌های بشردوستانه به ویژه کمک‌های طبی دریافت می‌کرد، حالا رویکرد ریاکارانه و خودخواهانه نسبت به اسرائیل از خود نشان می‌دهد. حتی در سپتامبر 2023 سفیر کیف در تل‌آویو اوگین کورینچوک گفته است که اسرائیل به موقعیت منحصر به فرد خود به عنوان تنها کشور از جنگ و هولوکاست رنج برده عادت کرده است، اما همانطور که معلوم می شود چنین کشورهای چندان کم نیستند. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدئوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال را سابسکرایب نمایید.